نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای پنج شنبه و جمعه دوم و سوم شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم حاکم شرع در مسئله رؤیت هلال فرمودند این مسئله محل اختلاف میان فقهاست و مشهور بین فقها این است که یکی از راه‌های اثبات هلال ماه این است که فقیه جامع الشرایط حکم به هلال ماه رمضان و یا شوال نماید. معظم الله در رابطه با حدود اختیارات و حکم حاکم شرع در نزد فقها فرمودند برخی از فقها معتقدند که حکم فقیه جامع الشرایط در احکام و مسائل و در باب قضا نافذ است، اما در موضوعاتی که مورد قضاوت و نزاع نباشد نظر فقیه جامع الشرایط حجت نیست. ایشان در ادامه فرمودند البته مشهور میان فقها این است که حکم حاکم شرع مطلقا نافذ است و من هم برداشتم همین است و ظاهرا فرقی نمی کند که حکم حاکم شرع بر این اساس باشد که کسی ماه را دیده باشد و به او گفته باشد و یا حاکم شرع دیگری حکم کند و او بنا به حکم آن حاکم شرع حکم نماید. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تکلیف افراد مکلف در صورت علم به اشتباه بودن حکم حاکم شرع در هلال ماه فرمودند در اولویت الوثقی این مسئله آمده که در یک مورد استثناء وجود دارد و آن زمانی است که یکی از مقلدین می‌داند و برای او یقین حاصل شده که فقیه جامع الشرایط در این مسئله اشتباه کرده است و در این صورت حکم حاکم شرع برای او حجت نیست، اما تا زمانی که علم به اشتباه بودن آن ندارد حتی اگر زن هم پیدا کرد که او اشتباه کرده حکم حاکم شرع در هلال ماه معتبر است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. سلام علیکم. علا کلن یه موضوعی سابقا مورد بحث بوده، حالا خیلی محل ابتلا نیست، به نتیجه ما دنبال همون که قرآن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن کتاب الله و عطرتی اهل بیت، این دوتا سیوم هم نداره و هر کسی از مرجع تقلیدش که اون اهل خبره است که فقیه جامع الشرایط باشه از اون باید ببینه اون از کتاب خدا و عطرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چی برداشت کرده. مثل آدمی که خدا نکرده مریض پیش پزشک میره، پزشک اهل خبره است، هر چی میگه اون عمل میکنه، اینم همینطوره.